با عرض سلام و بامداد بخیر سرخط خبرها انتقاد از تمویل مالی تروریستان بازداشت یک فعال مدنی در تخار و افشای گام نخست توافق آمریکا با طالبان ادامه اخبار بامدادی از خراسان اینترنشنال مایکل مک‌کال میگوید که بخشی از کمک های آمریکا با کشور برای تمویل تروریستان مصرف می شود. خلیل زاد میگوید که نخستین گام ها با سمت گفتگو درباره توافق با طالبان در دولت اوباما برداشته شد. منابع میگویند که یک مدافع حقوق زنان در تخار که میخواست مانع ازدواج اجباری یک دختر 10 ساله شود از سوی طالبان بازداشت شد. وزیر داخل ایران میگوید که خراسانی ها از ترس وحشت و ظلم مهاجر شده اند. یک عضو کنگرس آمریکا میگوید که برای آزادی گروگان های آمریکایی یا یک دیپلمات خواهند آمد یا یک تک تیرانداز. گروه عدالت انتقالی خواهان تحقیقات سری و جامع در مورد جنایات جنگی در کشور شد. سلمی خلیلزاد میگوید که بایدن بدون در نظر داشته توسعه دیپلمات های آمریکایی کشور را ترک کرده است. سازمان حقوق بشری رواداری میگوید که طالبان خرید و فروش کتاب های چاپ ایران را ممنوع کرده است. یک مقام ایرانی میگوید که در آشیه شهر تهران جمعیت خراسانی ها بیشتر از ایرانی ها است. ده ها نماینده دموکرات از جو بایدن خواستند مانع حمله اسرائیل بر رفعه شوند. ترکیه چهره یک تن را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کرد. یک نظرسنجی رویترز نشان میدهد که بایدن از ترامپ 1% پیشی گرفته است و روسیه میگوید که مناقشه فلسطین راه حل انتظامی ندارد. اخبار بامدادی را از خراسان اینترنشنال دنبال کردید. بامداد تا نیکو.